سلام بر شما در این فراخبر. رهبر امارت اسلامی در یک پیام به مناسبت عید قربان میگوید که با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی روابط حسنه و سازنده سیاسی و اقتصادی میخواهد و میگوید در امور داخلی سایر کشورها مداخله نمیکند و به دیگران نیز اجازه نمیدهد. در این پیام گفته شده که امارت اسلامی تمام حقوق شرعی زنان را به عنوان نیمی از پیکر جامعه تأمین شده میداند و در راستای تأمین سایر حقوق آنان تمام اداره ها مکلف شدند. اهمیت این پیام در بود داخلی منطقه‌ای و جهانی چیست؟ اینجا در فراخبر. مهمانان برنامه آقایان عبدالشکر دادرس، آگاه سیاسی و حمدالله صمیم، همچنان آگاه سیاسی اینجا در کنار ما هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدید. آقای دادرس، بحث را با شما آغاز میکنیم. پیام ایدی رهبر امارت اسلامی را چطور دریافتین؟ چه تفاوتی دیدین در این پیام وقتی شما خواندین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای شما و محترم صمیم صاحب و کسانی که صحبتای ما را میشنوه به همه احترامات خود تقدیم میکنم. طوری که شما گفتین، گرچه زیاد طویل بودن، شما دو بخش گرفتین. بخش اولش که ما با جهان، با تمام جهان، من جمله کشورهای اسلامی روابط حسنه میخواهیم و در امور ما داخل مداخله نکنه و در امورشان مداخله نمیکنیم. این پرنسیپ بسیار خوب است، پرنسیپ بسیار عالی است. در کلیات، مسئله کلیات است، ولی آمادیم برای جزیات. جزیاتش بعض حالت استن که در عمل پیاده میشه. در عمل دیگه لازم استن که با جهان تفاهم صورت بگیره، با کشورها تفاهم صورت بگیره. مسئله رسمیت شناختن استن و مسائل استن که آنها میخواه جهان او هم قابل عزیزتن که با آنها صحبت های شوه. و چیزی که خوب در منشور ملل متحد، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حتی در قانون اساسی 1382 ما دائم مشروط صحبت کردیم. یعنی مشروط صحبت، مشروط ای هستن که ما با تمامی اصول پابند هستیم، رعایت میکنیم. خوش شرط ما ایستن که از پرنسیب های حقوقی اسلام عدول نشده باشد، یعنی در محدوده حقوق اسلام باشه. آلی هم اگر صحبت های شوه، نشست های شوه، ما یک چیزی برایتان، بعضی اساسیت ها پیدا شده، بعضی اساسیت ها ما درک کردم. اساسیت ها خوب، این اساسیت ها ناشی عزیزتن که به اصطلاح تلقیناتی شده باشه. حقوق بشر یا قانون، ما با هر کسی که بخواه صحبت بکنیم که حقوق بشر، مسلمان ها بشر است، خود منابع اساسی حقوق اسلام در اونج حقوق مسلمان ها را که گفته ما نمیتانیم. مثلا در حقوق بشر چی است؟ حق زندگی است. حق زندگی را اسلام بسیار معتبر دانسته، پس ما چرا او نام بشر گفته؟ ما میگیم حقوقی که اسلام برای مسلمان ها داده، نه تنها برای مسلمان ها، برای انسان ها داده. در نص قرآنی تمام انسان ها حق داره که از او حقوق بهره مند شوه. یا مثلا ما در اونجا گفتیم بهترین اصل در اسلام راست گفتن است و بدترین اصل ایستن که کسی مداح باشه. متوجه خواستی؟ مدعی را محکوم کرده؟ مدعی را چی کرده؟ محکوم است. حتی گفته که اگر کسی غلو میکنه در مدعی، در رویشان خاک باید پاشانده شود. ولی راست اگر میگه او صادق است، وقتی که صادق شد یک درجه است. اسلام بسیار بسیار وسیع صحبت کرده، ولی یک تعداد. یا مثلا مسئله قانون میگه، قانون خود اسلام ببینی امی حدود، اصل قانونی اسلام است. در حدود توزیع، دیت، قصاص، فقه، معاملات،
ما چرا ای باید توضیح شوه هر روز برای مسلمانات توضیح شوه برای کسانی که اگر بحث شوه که بگویی که باید حکومت در محدوده قانون باشه یک تعداد نمیفهمه فکر میکنه که حکومت که در محدوده اینو حکومت خود در محدوده شریعت است نی شریعت خودش قانون داره شریعت قانون است شریعت قانون الهی هستن متوجه بینندگی در بخش ازی که آمادیم در بخش دوم نمیفهم که زود خو اگر موافق باشین بیشتر بحث میکنیم چون آقای سمیم هم وقت بتیم آقای سمیم شما به برنامه خوش آمدین شما فرمان پیام ایدی که رهبر امارت اسلامی بیرون داده و این پیام فکر میکنین چقدر اهمیت داره و در با وجودی که در گذشته هم روی روابط با دنیا روابط حسنه و اینکه دیگران مداخله نکنن ما مداخله نمیکنیم بارها گفته شده حالا همین موضوع تکرار میشه به چه معناست یعنی مداخله از کدام مداخله و آیا کدام کشوری قصد مداخله داره که بارها امارت اسلامی از او یاد میکنه بسم الله الرحمن الرحیم تاستا و قدر من در سبت استاسی در طلوع نیوز ټول لیدونکو او اړیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام دغه پیغام د امیر المؤمنین له هغه نورو پیغامو سره یو پرک دالري په دې کې دغه د حسنه اړیکو او د مداخلې خبره دا کمخ کې سوې و دا واری بیا تکرار سوې ده راځو دې ته سې دغه د ملکو په مابینځ کې حسنه اړیکې دا د ټولو ملکو دپاره په خیر دي او دارنګه د یوه او د بل په کار کې مداخله نه کول دا د هر ملک دپاره په خیر دي هغه وخت فساد راپیښیږي هغه وخت د ملکو تر مابینځ بدنیتي راپیښیږي سې یو د بل په کارو کې مداخله وکي او دارنګه دغه مداخله بیا راسن مستقیم په اړیکو باندې مؤثر اچوي هغه اړیکې خرابیږي اوس دلته د امیر المؤمنین دغه پیغام کیسې بیا ټولې جامع جهانی ته دا اطمینان ورکړی د سیمور لخپله طرفه امارت اسلامي غواړي چې له ټولو سره حسنه اړیکې وساتي او لده سره دغه هم ویل سوی دی سی دی بل چا پا کارو که مداخله نکو او دارنگ دی بل چا مداخله هم په افغانستان کې نمنو دلته براسو دغه حسنه اړیکې وست دی امارت اسلامی له دنیا سره په څه انداز دی او د دنیا له امارت سره په څه انداز دی او دغه مداخله دی امارت له طرفه سوی دی که دی دنیا له طرفه سوی دی نو تر دغه وخت پورې سمج د امارت اسلامي قائمیدل په افغانستان کې سوی دی له دنیا سره زما په نظر باندې اړیکې ډیرې شدي ولی په هر انداز باندې سی په نړیوالو اصولو کې کمی اړیکې وی په هغه انداز باندې امارت اسلامي د حسنه اړیکو د پاره خپل دروازې خلاصې کړې دي او راځو دې ته سی د مداخلې په شکل باندې امارت اسلامي تر اوسه د بل ملک یا د ګاونډي او یا د سیمې یا د نړۍ د ټولو هیوادو په چارو کې تر اوسه پرې مداخله هم نه ده کړې داسې مداخله سی هغه د رسنیو ته راووزي یا د مثال په شکل باندې پیښ سي لیکن هغه خواته د نړۍ تر اوسه پرې له افغانستان سره اړیکې حسنه نه دي ولی دلته په افغانستان باندې تحریم لګول دا د حسنه اړیکو سره پټکر کې ده د افغانستان سرمایه کنګل کول دا حسنه اړیکې نه دي دلته د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کول دا حسنه اړیکې نه دي او دلته د افغانستان د حکومت د نوعیت یا د جوړښت واک دی په خپل لاس کې اخیستل دغه حسنه اړیکې نه دي نو تر اوسه پورې چې موږ غرب مطالعه کوو نو هغه په دغه انداز کې ده چې له افغانستان سره تر اوسه د دې اړیکې حسنه نه دي او د مداخلې خبرې هم زیاتې سته او له ده سره یوه بله خبره هم دی کوي چې هغه د حقوقي بشر مسله ده په نړیواله سطحه باندې دا د حقوقي بشر تعریف دوی تر اوسه پرې داسې یو جامع تعریف چې هغه کوپرین او اسلامي ملکونه ټول ورباندې متفق وي په داسې اندازه باندې دوی تر اوسه پرې د بشر تعریف هم نه ده پیش کړی چې دغه حقوق دې دلته نقض سوي وي نو دغه هم د یو ابزار په شکل باندې استعمالوي په امارت اسلامي باندې له دغه دوی غواړي چې خپلو هغه شومو اهدافو ته ځان ورسوي بسیار زیات تشکر آقای
دادرس در کنار صحبت های آقای صمیم که روابط حسنه را هم توضیح دادن و اینکه مداخله چی است و قصد مداخله را دارن ندارن روی از هم صحبت کردن، حالا پرسش اینجاست که همین پیام بارها از زبان رهبر امارت اسلامی و مقامات که در کابل هستن و اعضای رهبری شنیده میشه سوی سخنگویانش، حالا فکر میکنین که در کجای کار قرار گرفته که این روابطی که با دنیا تا اینجای کار به او دست و پنجه نرم میکنن که بارها بحث مداخله مطرح میشه؟ خب موضوع قسمت بسیار میباشد که مهمی رو خلاص کنم. موضوع از این قرار است، خب رهبر یک جامعه در جزئیات داخل نمیشه، کلیات صحبت میکنه، پرنسیپ ما میستن، اگر فرمان است میایم در جزئیات، ای بر اهلی بر قوه اجرایه است، بر حکومت است. ما وزارت امور خارجه داریم، وظیفه ایش است در این مورد. ما وزارت امور داخله داریم، امورات داخله وظیفه ایش است. همه قسم هر وزارت از خود وظایف داره و باید بر طبق قانون تفکیک شوه، بر طبق قوانین موضوعه. پس امیرالمومنین یا رهبر چی میکنه؟ به صورت کل میگه که ما در امور کسی هیچ کشوری مداخله نمیکنیم، پرنسیپ است بسیار عالی، و بر هیچ کسی اجازه نمیتیم که وقتی که منافع ملی ما را تهدید کنه مداخله کنه، تمامیت ارضی ما را مداخله کنه، حاکمیت ملی ما را مداخله کنه. هر کدام که ایره متضرر میسازه ما برای از او اجازه نمیتیم، ما هم اجازه نمیتیم. و بهترین گپ هستن، گپ ده ایجا هستن که در کلیه استقلال ما را کسی اگر میخواه صدمه بزنه، ولی ما هم استقلال دیگر را احترام میگذاریم، آمادیم به این که به جزیات داخل میشیم. وقتی که به جزیات داخل میشیم وظایف تقسیم میشه، وقتی که وظایف تقسیم شوه تحت عنوان حکومت کسی که وظیفه را انجام میده او با گزارش میده، دو گزارش میده، یک گزارش به رهبر جامعه میده، به امیرالمومنین میده، و یک گزارش به مردم افغانستان میده. شما خوی را میفهمین که حاکمیت ملی با کی ارتباط داره؟ به مردم افغانستان ارتباط داره. اصلا صاحب از این ملک کیستن؟ مردم افغانستان است. حکومت ها و دولت ها چیستن؟ جز خدمت کننده دیگه گفی نیستن. و ایرم در جوامع بشری، در جوامع و در تمامش، حکومت به خاطر از ظهور کرده، دولت ها به خاطر از ظهور کرده نظم و امن عامه را تامین بکنه، متوجه سی، تا که حقوق حقی مردم تلف نشوه. ما به یقیده هستم که در اینجا مشکل نیست. مشکلی که داریم ما بایان به این معنا مشکل داریم، ما باید هر چی زودتر امی پرنسیپ در عمل پیاده کنیم. اگر این پرنسیپ ما طرف داریش هست، می خواهیم بگویم که این کمک میکنه که مشکلات بین المللی عمل شود. معلوم دار، اگر این پرنسیپ ما عملی کنم، صبح سیاست خارجی خود عاجل اعلان کنم، متوجه سیاست داخلی خود عاجل اعلان کنم با نظر داشتی پرنسیپی که رهبر کشور میتبری ما، ای را باید اطاعت کنم. وقتی که من حیث وزیر اطاعت میکنم چه وقتی عملی میشه؟ وقتی عملی میشه که ما سیاست خارجی خود، سیاست داخلی خود، حقوق اساسی مثلا در اقتصاد چه وقتی عملی میشه؟ وقتی عملی میشه که ما به خاطر پروگرام های اقتصادی چی داشته باشم؟ مکانیزم داشته باشم، برای مکانیزم اهل خبره را استخدام کنم، تا که همین پرنسیپی که از طرف رهبر کشور وضع شده، اعلام شده، ای چی شوه؟ عملی شوه. آمادیم به یک بخش دیگه که اگر اجازه باشم، مسئله حقوق زنا. حقوق زن خوی قسم نیستن، حقوق زن بیا که از نمیکنه تشریح. چرا ما به گپای بسیار خرد اینجا مصروف هستیم؟ بیا که از یک طرف مثلا حقوق میراث یک روزم تشریح نمیکنه، امی هر روز ما میگیم که بیا حقوق میراث تشریح کنیم که هشت خانم فرض در فرض میراث میگیره، اما تا چهار تا مرد کش بگیرین. خانم ها زیاد شد از مرد کرده. خانم نه تنها میراث میگیره، نفقرم میگیره، حق انفاق داره باباش از شوهر خود، نه تنهایی مهرم میگیره، خب نه تنها مهر، دارایی شخصی هم داره. چرا عملی نکنم؟ برای عملی کردنش به چی ضرورت است؟ به ضوابط ضرورت است. حق تعلیم داره،
اما حق تعلیم اساسی ملک است. حق کار داره، حق بیان، آزادی بیان داره. خب حق آزادی بیان مگر رعایت شده این مسائل که شما گفتید؟ ما یک چیز نی، حق آزادی بیان من نتانستم که تعلیم عملی کنم. ما حق آزادی بیان چرا میگه؟ میگه حق بگویی. درست، خوب متوجه باشید، بسیار مهم جمله است. هر کس که در این میز میشینه حق نمیگه، در حقیقت اون ملزم است به نزد کی؟ به نزد خداوند، به خاطر به نزد آن حضرت صلی الله علیه و سلام، به نزد عقاید مذهبی و دینی. چرا ملزم است؟ حق بگو. اگر حق نکودم مقامات فریب میتم. حق که نمیگم چی میشه؟ مقامات فریب میتم. اگر حق میگم، حق میگم، باید کسی نگوید. چرا آزادی حق راست گفتن در اسلام پیشتر عرض کردم که اصل است. اگر کسی راست بگوید او به نام صادق یاد میشه، و صادق و خودی سمیم صاحب هم هستن، کسی که به نام صادق شد و صداقت پیشه خود گشتان داد، او دریجه داره. تشکر، بسیار زیاد تشکر آقای سمیم. خب در قسمتی از پیام آمده که رهبر امارت اسلامی میگه که برای نخستین بار افغانستان در بخش اقتصادی به خودکفایی رسیده، ولی آن چیزی که گزارش ها از بیرون میشه از سازمان ها و نهادهای بین المللی از بحران بشری، حتی میگم بزرگترین بحران در جهان بحران افغانستان است. وقتی در مورد حقوق بشر صحبت میکنن ما پیخی موضوعی کلیشه‌ای شده، هر روز در رویش صحبت میشه و همواره سوی نهادهای بین المللی مجلس گرفته میشه و محکوم میشه، تقبیح میشه، انتقاد میکنن و میگن که زنا به حاشیه رانده شده، ولی امارت اسلامی را به رهبرش میگه که بر بنیاد قوانین اسلامی رعایت شده موضوع زنا. دغد جمعی جهانی در افغانستان په حقله تر اوسه پورې ضد و نقیض راپورونه دي. هلته یو طرف ته وایي سي د افغانستان کې د فقر کچه دا تقریبا تر 90% زیاته سوې ده، او بل طرف ته د بشریت په لحاظ باندې کله کله بیا مرستې تعطیل کې مشروطې کې تر سیاسي عمرو پورې. نو دا د دوی راپورونه سي دي هغه په خپله سره ضد و نقیض راپورونه دي. راځو دې ته سي د امیرالمؤمنین په پیغام کې سي اقتصاد د موږ د افغانستان ښه سوی ده، نو هغه په دې معنا باندې ده چې په افغانستان کې تقریبا له ډېره وخته موږ د افغانستان بودیجه هغه له خپلو عوایدو نه ده پوره کړې، لیکن دا یو استثنایي حالات ته چې د امارت له راتګ سره په دې دوه کاله کې دغه د افغانستان بودیجه چې ده هغه کمه له خپلو عوایدو پوره کېږي. نو په دې معنا سره موږ ویلی سو چې افغانستان خودکفا ده، او داسې نه ده چې مخکې مثلا د ملي اردو تنخواوې موږ له بل چاته احتیاج و، یا په پلوسو کې بل چاته احتیاج و، یا د مامورینو په تنخواوو کې بل چاته احتیاج و. او دارنګه دلته په افغانستان کې ځینې پروژې هم غټې غټې پروژې هغه په کار باندې لویدلې دي چې له دې سره خلکو ته کار پیدا کېږي، خو دا اقتصاد په هغه اندازه باندې نه ده ښه چې څونه د افغانستان ضرورت ته په هغه اندازه باندې په افغانستان کې اقتصاد چې موږ افغانستان له نورو ملکو سره برابروو، پرمختللي ملکو سره برابروو، نو په هغه اندازه باندې اقتصاد وخت ضرورت شته چې ښه کېږي به. راځو دې ته په دغه پیغام کې یوه مهمه خبره هغه دا و چې د بل چا مداخله باید په افغانستان کې نه وي. دغه مسله زما په نظر باندې یو اړخ یې دا ده چې افغانستان ګواکې نړۍ په هغه سترګه باندې افغانستان ته نه وګوري آینده کې لکه مخکې سي کتل. یعنې د مخکې سي دلته په افغانستان کې کوم حکومت جوړېدو هغه رأسا رهبري یې د غرب په لاس کې وه. دلته به انتخاب د حکومت د وګړو هغه غرب کاوه. اوس هغه وخت نه ده چې د افغانستان د حکومت انتخاب بیا هم هغه غرب وکړي. دلته افغانستان اوس په خپل حاکمان لري، او د حکومت د انتخاب کار به دا په خپله دلته کیږي. یو بل مسله دا ده چې هغه کچیر نړۍ په افغانستان کې مداخله کوي، دا مداخله په دې معنا ده چې د یو آزاد ملک استقلال ختموي، او د آزاد ملک استقلال ختمول دا په خپله د حقوق بشر یو نقص ده چې دی کوي. او افغانانو چې په ټول د تاریخ کې کومې قربانۍ ورکړي دي، هغه واضح و چې هغه د استقلال دپاره و چې باید افغانان مستقل وي، آزاد وي، او په خپل ملک د خپل ملک د چارو اختیار په خپل لاس کې وی له بل چا سره نه وي. و
حالا این مشکل که با دنیا پیش آمده حل شدنش با توجه به دو تا روایت که وجود داره، هم جامعه جهانی شما انتقادات داشتین و این طرف هم امارت اسلامی، حل شدنش به فکر میکنین ناممکن به نظر میرسه یا ممکن است؟ رای حلی وجود داره؟ چگونه؟ رای حل وجود لري، هغه د دستی په داخلي چارو کې موږ مداخله نه وکړو. یو نړیوال قوانین دي چې هغه لپاره مثلا د ملګرو ملتو چې کوم عضویت ملکو اخیستی ده، په کومو قوانینو باندې اخیستی ده، هغه ته لکه نور ملکونو چې پایبند دي افغانستان هم پایبند ده. راځو دې ته چې دغه په داخلي چارو کې مداخله کول، نو دا واقعي هم که چیرې دا بند نه سي، نو موږ یو له مشکل سره مخامخ یو حل لارې ته نسو رسېدی. نو په دغه بنیاد باندې باید دواړه طرفه هغه خپل مسؤلیت درک کړي. داسې نه سي اوس نړیوال ټول بوج په امارت اسلامي باندې راولي چې تاسې به دا شی منئ که نه، یو تحریم در باندې لګومه، دا به منئ که نه، یو اسمان در باندې نړومه. لیکن بل طرف ته هغه دوی دونې بربنډې ښکاره تخطیانې کوي چې اوس د افغانستان فضا پیل حالان دا یو آزاد ملک ته دغه بشریت حق لري چې په خپل ملک آزاد واوسیږي، خپل مځکه او هوا یې په خپل کنټرول کې وي. لیکن اوس زموږ هوا څوک استعمالوي؟ دلته د امریکایانو ډرون تیارې په دې هوا باندې نه ګرځي، دا ښکاره نقض نه ده د دغه ملک د آزادۍ. نو موږ وایو چې جامع جهاني هغه باید لکه څونه چې په امارت باندې بوج راوړي، دارنګه باید په غرب باندې هم بوج راوړي چې هغه خپلو مسؤلیتو ته متوجه کړي. بسیار زیاد تشکر آقای دادرس. به جنبندی رسیدیم، از شما هم جنبندی میگیریم. به سه دقیقه فرصت هست و با توجه به این که تا این جای کار همه چیز گفته شده دیگه، دنیا چی میخواه و امارت چی میخواه و در این طرف مردم چی میخواه، این سه تا زل، حالا این که با سیاستی که در پیش داره امارت اسلامی و جامعه جهانی و در این طرف سرنوشت مردم، چقدر ممکن به نظر میرسه که به این زودی ها موضوع افغانستان حل شوه؟ خب ما موضوع افغانستان را چرا حاد میسازیم؟ نباید حاد بسازیم. اگر در چهار مورد هر کشوری مداخله کنه، او را مداخله میدانه، به این معنی که استقلال ملی، عزت ملی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی. در غیر از مثلا راست هوا، هوای ما گرفتن درست است، مداخله هستن، اما آمادیم به یکی دیگه چیستن، تعامل است. اگر اونا میگه که شما حق کار برای زنان میتید، چرا نیم؟ ما در محدوده اسلام حق کار میتیم و این حقش است، حق مسلمش است، تعلیم برای زن، این مسلم گپی نیست. ما در محدوده اسلام اگر تمام چیز جامعه جهانی میگه، ما برای ما شان میگیم که پرنسیم ما، پرنسیپای ما حقوق اسلام است، قواعد حقوق اسلام است، در محدوده حقوق اسلام ما حاضر هستیم که با تمام جهان چه کنیم؟ تعامل کنیم. و این برای ما نقص نداره، نه در امورش که امو چیز رو عرض کردم مداخله نمی کنیم و او را اجازه نمی تیم که مداخله کنه که او حاکمیت ملی مربوط مردم است، کلش پیشتر توضیح کردیم. ولی در موردی از اینکه مطالب باشه که او مسئله حل است، مثلا مخابرات، مثلا میگم قرارداد سلام میکنم، مثلا قرارداد میکنم، اما برای قرارداد قانون، برای سلاح خریدن قانون، عرض ما چرا ایستن؟ به خاطر ایستن که در شریعت قوی ترین اصل چیستن؟ میگه جرم تعریف کو. ببین در قرآن عظیم و شان هم جرم تعریف شده، هم خودش حدود تعریف شده و هم جزایش، هم جرم تعریف شده هم جزایش. عجب که پسند، یعنی بدون تعریف ما نمیفهم. بیا ما هم جرایم تعریف کنیم. 600 700 جرم بالفعل در جامعه وجود داره، تعریفش کنیم، جزاش تعیین کنیم، هیچ مشکل نداره. قانونی اساسی داشته باشیم که از محدوده اسلام نبره، نبره از محدوده اسلام، یعنی قواعد اسلامی برای زن حقوق بتیم، تمام حقوقی که زن داره در محدوده حقوق اسلام. ایره ما برتان عرض میکنیم که اگر برای زن حقوق شبیتیم در مطابقت با چی؟ قواعد اسلامی بسیار زیاد حقوق داره، اما تعلیم اصل است، کار دادن کار اصل است، متوجه است؟ یعنی دارایی شخصی زن اصل است. تفریق، ببین تفریق با اساس ضرر، امین مسئله طلاق بسیار افهم میخوایم. در برابری از او بری زن اگر شوهرش عقیم است، حق داره که برای به محکمه طلاق بگیره، یعنی حقوق زن از نگاه اسلام. بسیار زیاد تشکر آقای دادرس و آقای سمیم.
خوش آمدین از حضور هر دو بزرگوار عزیز. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. از شما هم سپاسگزارم. شب روز بخیر.